صد سال سرنوشت خونبار رهبران افغانستان، سالهایی که با کشمکش و جنگ گذشتند. در این سالها نارامی تنها گریبانگیر مردم افغانستان نه، بل گریبانگیر شاهان و حاکمان تاریخ ساز نیز بوده است. حاکمانی که برگبار گلوله بسته شدند، اعدام گردیدند و یا آخرین نفسهایشان را با تقلا در زیر بالش کشیدند. و سرنوشت این حاکمان که همراه با آرمان‌ها و شاید آه و فریاد میلیون‌ها افغان به زیر خاک رفتند، نگاه گذرا می‌اندازیم. امان الله خان، شاه اصلاح طلب و عاشق مدرنیته، شاهی که برای تطبیق آرمان‌ها و ایجاد اصلاحات تلاش‌هایی کرد، ولی جامعه افغانستان حاضر به پذیرش تغییرات اینچنینی نبود. او پس از سفر 7 ماهه اروپایی به کابل برگشت، اما سوغات تغییرات سیاسی و اجتماعی را با خود آورده بود، سوغاتی که به مزاج بسیاری در جامعه سنتی و دینی خوش نیامد. شاه تجددخواه پس از حمله مخالفانش مجبور شد از قدرت کنارگیری کند. او به ایتالیا رفت و سالها در آن کشور ماند. امان الله خان در 1339 دور از وطن در زوریخ سوئیس درگذشت. حبیب الله کلکانی. وقت امان الله خان برنامه های اصلاحاتی خود را آغاز کرد، بسیاری از روحانیون به خصوص که از شاه امان الله روگردان شده بودند و شاه را کافر و حکومت را نامشروع می‌خواندند، حبیب الله را تشویق به مبارزه جدی بر علیه شاه امان الله کردند. حبیب الله کلکانی توانست بعد از مدت جنگ و درگیری کابل را در سال 1307 تصرف کند. حبیب الله کلکانی پس از ایجاد افغانستان کنونی نخستین شاه تاجیک تبار افغانستان بود. طرفدارانش او را به عنوان خادم دین رسول الله می شناختند، اما منتقدینش کلکانی را یک یاغی می دانند که علیه شاه به پا خیست. حبیب الله کلکانی نتوانست بیشتر از 9 ماه بر سر قدرت باشد. نیروهای محمد نادرخان از سپاهی های ارشد امان الله خان به ارگ حمله کردند و کلکانی فرار کرد. نادرخان با وجود عهد و پیمانی که بر کشته نشدن کلکانی بسته بود، او را اعدام نمود. قتل ناهنگام. نادرخان که پس از کشته شدن کلکانی نادرشاه شده بود، 4 سال پادشاهی کرد. او در سال 1312 کشته شد. عبدالخالق دانش آموز از قوم هزاره که با باور غالب از رفتار نادرشاه با هزاره ها خشمگین بود، او را در یک مراسم جشن تجلیل از دانش آموزان و ورزشکاران با شلیک گلوله به قتل رساند. مرگ در غربت. محمد ظاهر شاه 19 ساله پس از کشته شدن پدرش نادرشاه شاه شد و 40 سال حکمران، بیشترین مدت حکمرانی یک فرد بر افغانستان. در سال 1352 ظاهر شاه در ایتالیا بود که خبر رسید محمد داود خان صدر اعظم و پسر عمویش کودتا کرده است. شاه بعد از آن به افغانستان برنگشت و حدود 30 سال در ایتالیا ماند. او در 1381 به افغانستان بازگشت. آخرین شاه افغانستان در 1386 درگذشت. کودتای خونین علیه رئیس جمهور. محمد داود خان بنیانگذار نظام جمهوری و نخستین رئیس جمهور افغانستان 5 سال بعد با کودتای خونین حزب دموکراتیک خلق روبرو شد. او شماره از رهبران این حزب نیرومند را زندانی کرد. در این کودتا داود خان همراه با 18 نفر از اعضای خانوادش در قصر گلخانه ارگ ریاست جمهوری کشته شدند. تقلا برای زندگی از زیر بالش. پس از حذف داود خان، نور محمد ترکی از رهبران حزب دموکراتیک خلق در 1358 قدرت را در دست گرفت و رئیس جمهور شد. ترکی در همین سال توسط طرفداران حفیظ الله امین همحزبیش در کاخ ریاست جمهوری با بالش خفه شد و به تمامی آرمانهایش نقطه پایانی گذاشت. شلیک رگبار گلوله بر رئیس جمهور.
حفیظ الله امین 100 روز یکتاز قدرت در افغانستان. اتحاد جماهیر شوروی حامی حکومت‌های کمونیستی در افغانستان از نزدیک شدن امین به آمریکا نگران شد و در صدد حذف او برآمدند. در 6 جدی 1357 امین و شمار از اعضای کابینه‌اش در اقامتگاهش در تپه تاجبیک توسط آشپز روسیش مسموم شدند. حفیظ الله امین ابتدا گیج و منگ شده بود و سپس در یک عملیات نظامی 45 دقیقه‌ای به سرکردگی افسر شوروی با رگبار مسلسل در پیش چشم اعضای خانواده کشته شد. مرگ در آن سوی مرزها. ببرک کارمل رهبر حزب پرچم جدا شده از حزب خلق پس از حفیظ الله امین رئیس جمهور شد. 6 سال در این سمت باقی ماند. با تغییر سیاست‌های شوروی نسبت به افغانستان در 1365 از دبیرکلی حزب خلق کنار زده و توسط همحزبیش نجیب الله از ریاست جمهوری هم برکنار شد. در 10 سال دیگر کارمل در حیرتان و مسکو به سر برد و در نهایت در مسکو درگذشت و در حیرتان به خاک سپرده شد. اعدام رئیس جمهور. پس از ببرک کارمل دکتر نجیب الله رئیس جمهور شد. مجاهدین دولتش را شکست دادند. دکتر نجیب الله 4 سال در دفتر سازمان ملل در کابل پناهنده شد، اما زمانی که طالبان در 1375 وارد کابل شدند او را کشتند و به دار آویختند. صبغت الله مجددی از رهبران جهادی پس از فروپاشی حکومت دکتر نجیب الله 2 ماه رئیس جمهور بود. او در سال 1397 درگذشت. برهان الدین ربانی دهمین رئیس جمهور افغانستان. ربانی در 1380 پس از سقوط طالبان قدرت را به حامد کرزی رئیس جمهور دولت موقت واگذار کرد. اولین واگذاری مسالمت آمیز قدرت در افغانستان. او در 1390 که رئیس شورای عالی صلح بود در اثر انفجار انتحاری طالبان در خانه‌اش کشته شد. فرد انتحاری توانسته بود مواد انفجاری را در دستار خود پنهان کند و هنگام مصافحه با آقای ربانی آن را منفجر کند. مرگ در بیخبری. ملا عمر رهبر گروه طالبان به مدت 5 سال تا سال 1381 بر بخش گسترده از افغانستان حکمران. او در سال 1392 در پی بیخبری مطلق درگذشت.